سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. اصول اخلاقی در زندگی جمعی معنا پیدا میکنه. در روابط بین انسانها مسائلی هستند که انسان اونها رو ترجیح میده. اونقدر ترجیح میده که به صورت باید در میاد. باید اخلاقی. باید عدالت و انصاف رعایت بشه. باید آزادی وجود داشته باشه. باید حقیقت بیان بشه. باید حرمت هر انسانی حفظ بشه. چرا اصول اخلاقی باید رعایت بشه؟ چون اصولی منطبق بر عقل و جان آدمی است که انسان اونها رو مفید در روابط اجتماعی میدونه. آنچنان اخلاق منطبق بر عقل آدمی است که روانشناسان رشد اخلاقی رو حاصل رشد عقلی میدونند. و بر اساس مطالعات علمی هیچ وقت رشد اخلاقی افراد بیشتر از رشد عقلیشون نیست. یعنی اگر یه رشد عقلی ما داریم که از تولد یا به یک اعتبار 7 سالگی شروع میشه تا 18 یا 22 سالگی که به مرحله فورمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات سوری ذهنی میرسه، یا پست فورمال اپریشنال استیج بین 18 تا 22 که امروز از در علمی اون رو میشناسیم و در اونجا به کمال خودش میتونه برسه، رشد اخلاقی یه مسیری رو داره و مطالعات علمی نشون میده که رشد اخلاقی افراد هیچ وقت بیشتر از رشد عقلیشون نیست. یعنی آدمی که عقل نداره اخلاق نداره. و این که میگیم اخلاق منطبق بر جان آدمی است، یعنی چیزی مثل فرگشت. همونطور که عقل و هوش در فرایند فرگشت انسان قویتر و قویتر شده، اصول اخلاقی و تمایل به رعایت اخلاق هم در انسان فرگشت یافته و بزرگتر و بزرگتر شده. افراد بی اخلاق از جامعه حذف و طرد شدند. اصول اخلاقی مثل عقل در میان انسان هاست و در جهان یکی است. امور اخلاقی جهانیان، یونیورسال، اموری هستند همه جا و همه گیر. اخلاق وابسته به فرهنگ و اجتماع نیست و از مسائل اساسی انسانی است، درست مثل عقل انسان. یعنی اخلاق رو میشه در تمام جوامع انسانی تقریبا به صورت یکسان و جهانی مشاهده کرد و فقط ممکنه که مصداق امور اخلاقی در مسائل جزئی در جوامع مختلف متفاوت باشه. در فرهنگی ممکنه ازدواج با عمه و خاله آبرومندانه باشه. در فرهنگ دیگه ای ازدواج با دختر عمه و دختر خاله آبرومندانه است و در یک فرهنگ دیگه تنها ازدواج با غریبه آبرومندانه است. ولی همه بر رعایت حفظ آبرو توافق دارند. اصول اخلاقی مشترک در همه جوامع دیده میشه. ملاک تعیین قوانین بشری باید بر اساس اخلاق باشه. بیانیه حقوق بشر باید بر اساس اخلاق باشه. اینکه همه انسان‌ها با هر نژاد و رنگ و مذهبی با هم برابرند، این یک اصل اخلاقی است که در بیانیه حقوق بشر اومده. حتی دین هم باید بر اساس اخلاق باشه. در یونان باستان حکمت و اخلاق از دین مجزا بود، اما ادیان امروزی به آیین‌های مذهبی خودشون بسنده نکردند و به مسائل اخلاقی هم سفارش کردند. برای اموری که انسان اخلاقاً به آنها تعهد داره پاداش اخروی تعیین کردند. دین رعایت اخلاق رو به تکلیف دینی بدل کرد و این بزرگترین ضربه به اخلاق و تخریب اصول اخلاقی انسان هست. هیچ پدیده ای به اندازه دین اخلاق جامعه رو خراب نکرده. به جای اینکه دین در چارچوب اخلاق باشه، دین اخلاق جامعه رو قبضه کرده و به جای اون اخلاقی دینی رو پدید آورده که هیچ شباهتی به اصول اخلاقی مبتنی بر عقل نداره و مبنای خوب و بد بودن عقلانی رفتار انسانی رو از بین برد
و نگاه دینداران رو به دستورات خدا در دین محدود کرد. متاسفانه در طول تاریخ در بیشتر موارد باورها و اعتقادات مذهبی سر ناسازگاری کامل با اصول اخلاقی داشتن و به همین جاست که من تعجب نمی کنم اگر کسی مانند برتراند راسل معتقد است که بسیار از این باورها و اعتقادات مذهبی درست دشمن اخلاق بودند و در نتیجه به جای اینکه واقعا در محیط‌های مذهبی شما اصول و امور اخلاقی را ببینید، این امور را ناپیدا می‌بینید. مسلمانان معتقدند که اخلاق بخشی از دینه و اگه خدا تعیین نکنه که چی خوبه و چی بده، عقل انسان حتی نمیتونه تشخیص بده که راستگویی خوبه و دروغگویی بد. این نظر اسلامه. حالا چطوری میشه فهمید که دستور خدا در مورد مسائل اخلاقی چی بوده؟ قشر روحانی که مفسر حرف خدا هستند میشن تعیین کننده اخلاق جامعه. خودشون شرم‌آورترین اعمال غیر اخلاقی رو مرتکب میشن. خیالی نی. مثلا آیت الله مؤمن رساله‌ای نوشته، رساله عملیه، تو رساله صریحا نوشته که برای آدمی که خارج از انقلاب و خارج از دین شده یا خطری برای دین داره، شما هر تهمتی رو میتونید بزنید بهش، واکتون هم نباشه، تهمت جنسی بزنید، تهمت قتل بزنید، جدی یا صریحا همین که عرض میکنم نوشته. یعنی حالا این البته یه درد دیگری است که ما داریم، بله، من میخوام بگم فقه از نظر فقها اینه، شما اینو نگاه بکنید. در واقع ما، یعنی امثال بنده، ما خیلی بیشتر به فقه احترام میذاریم تا خود این حضرات. یه فقهی میگن اما در عمل همه چی حاضرن زیر پا بذارن. بدتر از همه این که یه فقهی میگن به خاطر این فقه حاضرن اخلاق رو زیر پا بذارن. اما واقعیت اینه که اصول اخلاقی اختراع انسان و یا هدیه خداوند نیست. اصول اخلاقی در طبیعت هست و گرایش طبیعی به اخلاق در تمام جوامع انسانی دیده میشه. حتی در میان حیوانات جوانمردی، انصاف، عدالت و ایثار دیده میشه. دین اخلاق دینی رو جایگزین اخلاق عقلانی انسان کرد. نتیجه این اخلاق دینی اینه که ملاک اخلاق دیگه عقل نیست، بلکه دین هست. حالا اگه دین به قدرت و حکومت رسید، به ظلم رفتار کرد، دیگه این ظلم غیر اخلاقی محسوب نمیشه، چون دینی هست. حالا اگه خدا بگه حقوق انسانها با یک دیگه برابر نیست و مرد بیش از زن و دیندار بیش از کافر حق داره، دیگه این حرف خدا زیر پا گذاشتن یک اصل اخلاقی محسوب نمیشه، چون اخلاق هم دینی شده. در اخلاق دینی یک دیندار به خاطر خدا حرمت دیگران رو نگه میداره. پس اگه خدا گفته کافر حرمتی نداره، او به راحتی به انسانهای کافر بی حرمتی میکنه. یک دیندار به خاطر خدا حق دیگری رو نمیخوره. اما وقتی خدا بگه ارث به فرزند کافر نمیرسه، او به راحتی سهم ارث برادر و خواهر کافر خودش رو میخوره. یک دیندار به خاطر خدا دیگری رو شکنجه نمیده، ولی وقتی خدا بخواد هر عمل غیر انسانی به راحتی انجام میده. یک دیندار به خاطر خدا به همسرش خیانت نمیکنه، اما وقتی خدا صیغه کردن رو برای مرد متأهل مجاز و بلکه پر ثواب میدونه، یک دیندار به راحتی به همسرش خیانت میکنه و انصاف رو زیر پا میگذاره. نه جدی میپرسم، میخوام بدونم اگه تو با زنت خوبی و از زندگیت راضیی، من این وسط چی کارم؟ گفتم که مشکلی ندارم، همه چی در ظاهر خوبه، ولی خب شروع هیجانی وجود نداره. همش فکر میکنم یعنی که چی؟ همه چی قرار دادی و روزمره‌ست. پس منو برای تنوع میخوای؟ خدا و دین آنچنان اخلاق رو ضایع کردند که امروز دینداران فکر میکنند که با کنار گذاشتن دین خود اخلاقشون رو به کلی از دست میدن. اما اینطور نیست. پشتیبانه اخلاق عقل و آبرو و احتیاجات اجتماعی انسان هاست. برای پشتیبانی اخلاق نیازی به جهنم و بهشت نیست.
فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.